این آوارگان در اردوگاهی نزدیک رقه در شمال سوریه به عشق جام جهانی جمع شدند. شاید خودشان ندانند اما امروز روز جهانی آنهاست. روز جهانی پناهجو. همزمان با این روز، کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل گزارشی از وضعیت آوارگان در دنیا منتشر کرده. آمار و ارقامی که برای پنجمین سال متوالی افزایش می‌یابد. بر اساس گزارش جدید سازمان ملل تعداد افرادی که تا پایان سال 2017 مجبور به ترک محل زندگیشان شدند به 68.5 میلیون نفر رسیده آزار و اذیت جنگ و خشونت از دلایل اصلی آوارگی آنهاست دو سوم پناهجویان جهان از پنج کشور میآیند بیش از 6 میلیون نفر از سوریه، 2 میلیون 600 هزار نفر از افغانستان، حدود 2.5 میلیون نفر از سودان جنوبی، 1 میلیون و 200 هزار نفر از میانمار و حدود 990 هزار نفر اهل سومالی هستند. گرچه جنگ در سوریه همچنان عامل اصلی افزایش آوارگان جهان است، اما وضعیت وخیم کشورهایی چون کنگو و سودان جنوبی هم مزیده بر علت شده. گزارش سازمان ملل همزمان به پناهند پذیر ترین کشورهای جهان هم اشاره کرده. ترکیه برای چهارمین سال متوالی پناهند پذیر ترین کشور جهان است با سه و میلیون پناهنده. کشورهای بعدی پاکستان و اوگاندا هستند و طبق این گزارش ایران با حدود 980 هزار پناهنده از پناهند پذیر ترین کشور اروپا یعنی آلمان پیشی گرفته. سازمان ملل از اسکان پناهجویان به خصوص در آمریکا و کشورهای اروپایی راضی نیست. آمار و ارقام نشان میدهد اسکان پناهجویان 54 درصد کاهش یافته دلیلش کاهش سطح پذیرش کشورهای اروپایی است. دولت ها باید از خودشون قدرت رهبری و پاسخی در خور این مسئله نشون بدن. برخی دولت ها حس شرایط استراری یا حجوم پناهجوها رو به مردمشون تلقین کردند. متأسفانه برخی رهبران سیاسی برای به دست آوردن رأی روی مسئله پناهجویان حساب باز کردند. ترس ایجاد می کنند و برای خودشان رأی می سازند. این نفرت انگیزه و غیر مسئولانه. این تصاویر بیانگر اختلاف نظر درباره چگونگی برخورد با پناهجویان در اروپا است. بیش از 600 پناهجو که از لیبی به دریا زده بودند در سواحل ایتالیا چندین روز سرگردان بودند. گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد 52 درصد از آوارگان جهان را کودکان زیر 18 سال تشکیل می دهند. آمار و ارقامی که بار دیگر بر نیاز به صلح و توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته تاکید می کند. مجید افشار بی